سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک اخبار رپی و کوکتل بیلبورد دیگه. قرار من بررسی کنیم هفته گذشته رپ فارسی رو، ببینیم چه جوریا بود. اما قبل از هر چیزی باشه حتما کانال سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید و کامنت بذارید. یزیدا خیلی کم کامنت میذارید، لایکارم که خودش پاک میکنه، لایک هم نمیزنید. بزنید، برو بریم که با هم این اخبار رپی رو داشته باشیم. دو هفته گذشته سفیر و جیدال همو فالو کردن، از سمت دیگه عرفان و بهزاد لیتو همو فالو کردن. کلا رابطه عرفان و بهزاد لیتو خیلی جالبه، چون قدیم ها میشه گفت عرفان خیلی تاثیر داشت روی کریر بهزاد لیتو و یه جوری معرفی کرد بهزاد لیتو رو، و بهزاد لیتو هم خیلی عرفان رو دوست داشت. حتی توی یکی از ورسش تو آلبوم خاکستری میگه از بچگی بودم عشق عرفان، واسه همین شبیه شدن نصف ورسام. و نکته مثبت و جالبیه که بعد از تقریبا 3-4 سال همو فالو کردن و دوباره رفیق شدن. چقدر باحال میشه دوباره یه کار با هم بزنن، عشق کنیم. سامان ویلسون زیر یکی از پستاش وقتی یکی ازش پرسیده بود که آقا اون جلد اول آلبوم بزرگ که قرار بود بیاد چی میشه و اینا، نوشت کامینگ سون. من خودم هم با سامان صحبت کردم، گفتش که روشیم، میخوام یکی از بهترین پروژه هام باشه و خیلی سنگین روشیم، کار جدی و همچین باحال. این صحبتی هم که باهاش داشتیم برمیگشت با این قبلی که اومده بود ازشون 25 بند. خب من یکم نقد و اینا داشتم، خود سامان بهم پیام داد، خیلی حرفه‌ای با هم صحبت کردیم و اینا، گفت اونو تو خیلی دوست داری، منتظر باش، جذابه. دوست دارم اینم چجوری در میاد. بزرگ دو رو که خیلی من دوست داشتم و به نظر من سلیقه‌ای بهترین آلبوم تاریخ ایرانه، چقدر حال میداد. و هنوز که هنوز من کار خیلی جدی و همچین عجیب میخوام انجام بدم، بیتابو گوش میدم، خیلی کمک میکنه، چه انرژی داره. همونطور که شاید بدونید، شاید هم ندونید، سیام عمزی با هم داستان شدن، آنفالو کردن بعد از اون اتفاقات دعوا و فلان و اینها، و ترک‌های سیام که مال لیبل ممزی اینا بود اومده بود پایین از سان کلاد، بعد برش گردوندن دوباره اومد پایین. ممزی اومد یه پست گذاشت گفت که آقا باید بدهیتونو بدید اول، مثل اینکه سیا بدهی داره به ممزی. زیر تونی وان کید که پارسال تو آلبوم نسخه بود توی ترک داستان و جایگزین شده بود جای پوری که اون آهنگم لیک شد و حالا فرقا مشخص بود و اینها، خب دوباره داستان شده بود با کاگان و سروش و حتی توی ترک آخرش که نه، دو سه تا ترک اخیرش تیکای رو انداخته بود توی یک لایو استریم که توی تلگرامش داشت، گفت آقا دلیل اینکه ما دوباره با اینا داستان شدیم اینه که رویالتی ما رو ندادن. و بعدم اعلام کرد به هیچکی نرید بگید که آقا بیایم کار کنیم و درخواست کار بدین، چون بعدن مثل پوری میان سوژه میکنن واسه دیس. یه کوچولو این داستانه تو رپ فارسی هست، خیلی هم جالب نیست، آقا یا کار میکنی یا نمیکنی دیگه، ولی اون که میره جلو واسه کار حامله دمش گرم. دانیال یه کامنتی در جواب یک دوستی گذاشته بود راجع به صحبت‌های آخر شایعه در مصاحبهش با علیزیا که اینجوری بود: والا من که جز دزدی و بیمرامی و حق بچه‌های مردم خوردن چیزی ندیدم. فکر میکنم حالا علاوه بر داستان‌های خودشون و اینا، این حق بچه‌های مردم رو شاید اشاره میکنه به اون داستانه که یک سایتی زده بودن شما 1.5 میلیون میدادی تا آهنگت شنیده بشه، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، خیلی هم شرکت کرده بودن، معلوم نشد چی شد. آقای شایعه چی شد؟ و همچنین بعد ها هم یه سایت دیگه گذاشته بودن واسه کسایی که میخوان کاور آرت بزنن و کاور آرتیستن و اونم باز بعد پول میزدن نمونه کار میدادن، باز خبری نشد. آقای شایعه، آقای جعفری چی شد؟ کوروش یه همچین استوری گذاشت که اکانت وانتونز بود و همونطور که میدونید 4 سال وانتونز به عنوان وانتونز در کنار هم به اسم وانتونز آهنگ ندادن، همه پروژه های شخصی جدا جدا بوده که حالا هر 4 تاشون هم بودن. خود کوروش 3-4 سال پیش که باش مصاحبه کرده بودیم میگفت اگر قرار اسم وانتونز بیاد کار خیلی بد خفن باشه که در خور باشه، آخرین آهنگشون هم همینیم که هستیم بود، چه موزیک ویدیو خوب و آهنگ خوبی. این استوری که کوروش گذاشته یه کوچولو تب و تاب اینو برده بالا که به نظر میاد یک آهنگ زیر اسم وانتونز و لیبل وانتونز خواهیم داشت، چه جذاب. سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده امیر تتلو اعلام کرد 10 سالو کم کم داره، احتمالاً 5 سال دیگه هم بهش اضافه بشه و یه 10-15 سالی احتمال اینکه مگر اینکه اتفاق عجیبی بیفته امیر تتلو رو نخواهیم داشت متاسفانه. 5 سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی محکوم شد که با اعلام فرجام خواهی پرونده در تیر ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، همکنون در دیوان مفتوح رسیدگی. پرونده دیگه ای که متهم داشت به اتهام تشویق به فساد و فحشا بود که به تحمل 10 سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر رأی بدوی عیناً تایید شد و همکنون جهت اجرای حکم پرونده به اجرای احکام ارسال شده.
نامبرد در حال حاضر در زندان حضور داره و شایعاتی که مطرح شده که به ایشون تسهیلاتی در زندان داده شده یا داده می شود، این شایعات درست نیست. همینجا خدمت شما و همه عزیزان عرض بکنم که زندان نه تنها تسهیلاتی رو خلاف قانون به نامبرده نداده و نامبرده از اون بهره مند نشده، بلکه به دلیل برخی رفتارهای خلاف قانون و مقررات که در زندان داشته مشمول تنبیهات انضباطی هم شده است. یه چند تا برنامه قبلی بود که راجع به این صحبت کردیم که اون حکم اعدام امیر تتلو شایعه بوده و حقیقت نداره، لفظ خوشبختانه استفاده کردیم. اینجا هم داریم میگیم متاسفانه. احتمالاً باز همون دوست یا همسالش میان میگن چرا متاسفانه، چرا خوشبختانه؟ چی بگم، هر کاری یه شخصی کرده باشه به نظر من مستحق مرگ نیست اینکه جونشو بگیری. میدونی چی میگم؟ و عجیبه که واقعا آدمهایی هستن که وقتی آرزو خوشحالی میکنی واسه یکی یا خوشحالی واسه اینکه اتفاق بدتری واسش افتاده ناراحت میشه. برو دکتر. آرتا و کوروش جدا جدا چند تا وایس گذاشتن راجع به آهنگهاشون و برنامه‌هاشون. کوروش گفت یه بگاهیت داریم، از اون ورم آرتا گفتش که ما یک موزیک ویدیو خفن تو آمریکا زدیم، یه کار بین‌المللی هم احتمالاً داره اد میشه به هیتمن. کوروش هم الان که ورس هیتمنشو زده، همچنین گفت آرتا آهنگا رو واسه هم گذاشته، آلبوم فوق‌العاده است، جمع کنید برید، اصلا نیاد این سمتیا و این داستانا. وایسا رو با هم میشنم. یه موزیک ویدیو خیلی خفن گرفتیم تو آمریکا تو ادیتشیم و اینکه هیتمنم خیلی نزدیکه. ای تی بیت مشتی فرستاد، رعوانتونزم یه ملودی ابرمگا زد روش، داداشتون فازشو گرفت، یه روزه یه کار بست. میرسیم به موزیکایی که تو این هفته میلیونی شدن. رتا و TKO از جناب آقای سجاد شاهی میلیونی شدن و به ترتیب 11مین و 12مین ترک میلیونیش تو سانکلاد شدن. همچنین ترک نی از دورچی که من خیلی دوستش دارم و اون حالا راجمون حرکت فوله هم که توش بود، حالا احتمالاً احتمالی بود یعنی سهوی بود، هم صحبت کردیم توی برنامه، ولی این هم 1میلیونی شد و تبدیل شد به 24مین میلیونی دورچی توی سانکلاد. قبل از اینکه بریم سراغ کوکتل بیلبورد، یک صحبتی رو داشتم با دوستانی که پول دارن و دارن میان تو بازی. ببین این پوله میتونه کمک کنه که حالا اسم تو بشناسن، ولی اینکه چه جوری بشناسنت هم مهمه. یعنی آقای هیروسینا هی داره سینگل ترک میده، معلومه خوبم هزینه کرده، و حالا اینکه پیج اینستاگرامش فیک، یهو یه شب 890 کی فالوور میگیره، اینا کار نداریم. ولی داداش من، تو داری با بهترینای مارکت فیت میدی، هزینه خوب داری میدی، حداقل برو چند تا کلاس تکس نویسی، حداقل 6 ماه یه سال وقت بذار پشت میکروفون، چجوری باید بخونی، صدا تو پیدا کنی، فلو درست بزنی، تکست لیریک درست سای باشه. یعنی ورس این بابا که رد میشه تازه آهنگ شروع میشه، یعنی ورس ایشونه انگار معلوم نیست اصلا تو چه لیگی داره آهنگ پلی میشه، میره ورس بعدی میشه لیگ برتر. میدونی چی دارم بهت میگم؟ خب چرا؟ یعنی شما این همم داری هزینه میکنی، یه کلاس برو، درست پول داری ولی پول استعداد که نیست، و اسم شما همه جا داره میاد ریاکشن ها سر اینکه به هر حال با یه سری آدم درست حسابی داری کار میکنی، میان ریاکشن میرن، رسانه ها میذارن فلان و اینا، ولی تشی ورس شما رو باید رد کرد. و من نمیدونم کسی که واقعا انقدر از لحاظ مالی خوبن چرا نمیرید چارت مربی درست حسابی بگیرید، اصلا گوست رایتر بگیرید، یه استودیویی برید که بهتون بگه چه جوری بخونید، فلو بزن، چرا این کارا رو نمیکنید؟ صرفا اسم اونا باشه، خب دم اونا گرم، اونا که کارشون همینجوری خوبه، هزینه شون هم دارن در میارن، چیکار دارید میکنید؟ من نمیدونم. و این دوستانی که اینجوریان، چرا نمیاد لیبل بزنید که درآمدزایی کنید، خودتونم به عنوان هد و منیجر اون بازی باشید و بیای پولسازی کنید، درست هم خودتون درارید هم اونا، نه اینکه صرفا اسمتون پاپ بشه. ولی چی بگم، یه پولداری باز اومده تو رپ بلد نیست اصلا، یه دونه این همه ترک ازش اومده این چند وقته، یه بار درست حسابی توش نیست، یه فلو درست حسابی توش نیست. خب چرا؟ من نمیدونم، با خودتون مشکل دارید؟ این پوله که دارید هزینه میکنیم که داره هدر میره چون اسم قرار نیست بمونه، خیلی عجیبه. درست فکر کنید، پولتون رو درست هم میتونید به مارکت کمک کنید، هم خودتون اصلا تو اون موقعی که لیبل میزنید میتونید کار کنید، تمرین کنید، خوب بیاید تو بازی، نه اینکه صرفا یه سری اسم خوب در کنارتون باشه و طرف از بچهایی که رپر اینستاگرامیان هم 10 لول پایینتره، بعد بغل پوبون و هوداد و رضا پیشو بقیه است. کارتون بالانس خوب نی، روز میدن و پام فوری، به مشهد میدم شتاوت کلی، بیگ تو پاک شکور و لایزون می. چه شبایی شده که بخوابم با حال بدو، واسه تو بگ
پشمانی داره او پکی پاره فلومون تک کاره او تیجارای تق قرمز بمون تا تشون بریم میشه تق قصه منم فقط نوشتم اصلا جون قلم در بیاد اون از این در بیرون بره خماری از در میاد کتابی دستم حسابی مستم به چا میرخسن به چاقی هستم برعکس برعکس هرچی که بهت میگم درست میشه برعکس برعکس وسطش همش میخوام بدم بریک به یاد تنو میرم دم لیک و سلامتیت میره بالا این پیک خاطراتت تو قلم سیف ولی اعتمادم بهت شده فید با فرصت میدم بهت کنی نامردی خواهیم فشنگه میبوسم با مرمی رفیقا میبرن شبی با بخورندیم پرت میکنن تو در رب بالا بقیه تو ناراحتیم خندیدم بیشتر میگفتم جن نزنم تو حالشون اذیت میشم دیگه مسکه ندارم بسش و منفعتی نشدم میخی که نمیگیره قاب عکسی تحویلم دارم دیگه نبینم ات آماره تو کاش بهم دیگه کسی نده میدونم راحت میشکنه قلب تو امیدوارم باهات خوبه هر کی هستش اون تو نوبلش خونمون سیفه فرو زود میزنیم بیرون زود همون بره دافی مابمو میخورد تشنگا علولمو میاد وانیل مثل رو تخت با دافلی نمیرفتی از قلبم نمیکندی یه بارم درک میکردی چرا اصلا نمیفهمی دل من تنگ برای همه روزایی که رفتن خاطره هایی که ساختیم ندیگه بر نمیگرد دوباره زنده میشی منم اون سنگ صبور تو رشد میکنی منم اون سقف کبود مراقبتم از دور ملت کلن تا که میخوای بشینی پلت کنن اینا مرده پرستن میخوای زندت کنن اینا ببینن خوردی زمین نفری یه لگدم میکنه و با رفیقا میشن یه جا ولو تا عبد همینه روالمونه میزنه دلو کال میکنم پوری میگم کوشی کی بخوری فرون خلاصه این بود از اخبار رپی و کوکتل بیلبورد دمتون گرم که تا این لحظه تماشا کردید بهترین آهنگ این هفته از نظر شما چی بود کامنت کنید دمتون گرم تا ویدیو بعدی سی یو سون